در اینکه تغییر بزرگ و تاریخی در داخل ایران و با نقش آفرینی مردم روی خواهد داد هیچ تردیدی نیست در هیچ جای جهان جزین نبوده است. اگر هم تهدیدات خارجی و حتی جنگ مانند نمونه هایی که در تاریخ معاصر قرن بیستم در اروپا و آسیا روی در روند تغییرات ملی نقش داشتند دلیل اصلی آن از یک سو حکومت هایی بودند که ملل خود را به اسارت گرفته و از آنها به عنوان گوشت دم توپ جهت جهانگشایی استفاده می کردند و از سوی دیگر مردم و جامعه ای از همین وضعیت به تنگ آمده و دیگر حاضر به همراهی با این رژیم ها نبودند و گرانچه بسیار جنگ ها که باز هم مردم در آنها قربانی شدند بدون اینکه بهبود و تغییر مثبتی در شرایط آنها به وجود آمده باشد هیچ انسانی خواهان جنگ نیست مگر زمامدارانی که خود در آن شرکت مستقیم ندارند و میگذارند تا دیگران برای افکار و یا حفظ قدرت آنها بجنگند و قربانی شوند در عین حال واقعیت این است که مردم و جامعه نقشی در اینکه جنگی روی بدهد یا ندهد ندارند اما در اینکه یک جنگ و شرایط نابسامان هر چه زودتر به سود آنها پایان بگیرد نقش دارند در جنگ کلاسیک هشت ساله ای ایران و عراق یکی از دلایل نوشیدن جام زهر توسط خمینی گذشته از ناکارآمدی فرماندهان ایدئولوژیک نظامی رژیم و ناممکن بودن فتح قدس از راه کربلا امتناع مردم از رفتن به جنگ بود به طوری که سهمی بندی های اجباری اعزام به جبهه دیگر جواب نمیداد در جنگ های از راه دور مانند تخریب های سایبری و حذف های هدفمند اعتصابات و فراخواندن اعضای خانواده از نهادهای نظامی و انتظامی که رژیم از آنها برای سرکوب نیز استفاده می کند در کنار انواع نافرمانی های مدنی از اقدامات کم خطر و مؤثری هستند که سرکوبگران و جنگ طلبان را فلج می کند. با این همه در شرایط کنونی باز هم بار سنگینی بر دوش ایرانیان خارج کشور قرار دارد آنها بیشترین امکانات را دارند و با کمترین خطرها روبرو هستند ایرانیان میهن دوست و آزادی خواه ام از جریانات سیاسی یا منفرد امکان اعلام سریح حمایت از شخصیت معتبری مانند شاهزاده رضا پهلوی ولی اهد ایران را دارند که مورد اعتماد مردم است و می تواند بهانه کشورهای غربی را در عدم حمایت از تغییر رژیم از آنها بگیرد و آلترنتیوی را با آنها معرفی کند که حامل چیزی جز پیام ملت ایران نیست. میخواهید آرامش و صلح و امنیت به منطقه و جهان برگردد به جای تداوم سیاستی که 45 سال نه تنها جواب نداده بلکه در ارزیابی نهایی علیه منافع خودتان عمل کرده از این الटरनेटیو برای تغییر رژیم و جایگزینی یک حکومت دموکرات و متعهد به حقوق بشر و قوانین بین المللی حمایت کنید تصمیم بگیرید که آیا یک ایران نوین و مدرن می خواهید که مناسبات عادی با ملت خود و جهان داشته باشد یا جمهوری اسلامی شر را که در صورت تداوم بی تردید این شرایط برزخی را به دوزخ شما نیز تبدیل خواهد کرد.